امام جماعت مسیری در شهر ابیجان پایتخت کشور ساحل آج به اتهام حمایت از سنیهای تندرو و عذرخواهی از گروهک های تروریستی به دلیل عدم کمک و حمایت مالی کشورش از آنان تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. آگیب توره امام جماعت و خطیب جمعه مسجد دارو رحمه واقع در محله یانتالا در شرق شهر ابیجان به اتهام ترویج اقدامات خشونت و ترغیب جوانان برای ترک مدارس و نیز توهین علنی به مقامات انتظامی این کشور به ده سال حبس محکوم شد در بخشی از گزارش منتشر شده در مورد او آمده اگیب توره طی سخنانی ضمن حمایت شفاف از گروه های تروریستی در صحرای آفریقا به دلیل عدم کمک مالی کشورش و مسلمانان ساحل آج از آنان عذرخواهی کرده و همچنین با بیان اینکه حتی یک نفر از نظامیان ساحل آج به بهشت نخواهند رفت نمازگزاران را برای مقابله جدی با پلیس این کشور تشویق کرده است در سالهای اخیر کشور ساحل آج همواره نقش بیطرف در مواجهه با مسئله تروریسم در آفریقا ایفا کرده تا جایی که طبق نظر ها مسئولین این کشور هیچ گونه علاقه برای این موضوع و حل مسئله سنی های تندرو در آفریقا از خود نشان نمیدهند. این در حالی است که آخرین حادثه تروریستی در این کشور به سال 2015 میلادی مربوط می شود که در انفجار یک دستگاه مینیبوس در مرکز شهر ابیجان بیش از 16 نفر جان خود را از دست دادند.